دوستان عزیزمون آقای مرادی رو خط تلفن داریم. فکر میکنم خیلی از شما در رابطه با زانیار و لقمان مرادی شنیدین، دو جوانی که به اتهام فعالیت مسلحانه و قتل فرزند امام جمعه مریوان در زندان هستند، شکنجه شدن و در دیماه 89 محکوم به اعدام شدن. پدر زانیار که عموی لقمان هم هستن رو خط تلفن داریم. با سلام به شما آقای مرادی، خیلی ممنون که قبول کردیم باشین توی مصاحبه. خواهش میکنم. منم سلام و درود دارم خدمت بینندگان عزیز آقای مرادی و تمام همکارانتون. خیلی ممنون آقای مرادی. در حال حاضر به معنی شاید بگم هزاران نه میلیون ها نفر با چهره و اسم زانیار و لقمان و همینطور وضعیتشون آشنا هستن. خیلی از این تعداد هزاران نفر نامه اعتراضی فرستادن در حمایت از زانیار و لقمان. کارزارها و تشکلهای زیادی از جمله کمیته ما، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، تلاش کرده که دولت‌ها رو تحت فشار بذاره و جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذاره که این دو عزیز رو اعدام نکنن و آزاد بکنن. این خبری که بود ارائه دادن معلومه که اینا در چه ازیر بدنی یا جسمی قرار گرفتن، نگهداری طولانی مدت در سورهای انفرادی، اعمال فشار روانی مثل بازجویی ها در شب و بیخوابی، توهین و فحاشی و کتک ها و فحاشی رکیگ و استفاده از داروهای روانگردان که حتی نتوانستن در محاکمه چند دقیقی خود از چند دقیقیشون از خودشون دفاع کنن، انتقال آنها به بند القاعده یا با برنامه های از پیش طراحی شده، ایجاد ضرب و شتم آنها توسط این به اصلاح بازجویان حرفه‌ای یا به اصلاح این شکنجگران حرفه‌ای، ممانعت از ملاقاتی که مدت 33 ماه است دو جوان در زندان هستند و هیچ کس نتونسته با آنها ملاقات کنه و چند موارد دیگه. اینها خبرهایی هستند که در رابطه با این دو جوان داریم و با اعمال این شیوه غیر انسانی و این نوع سیستم قضایی که دیگه انسان نمیتونه هیچ حرفی در رابطه با وضعیت حقوق بشری یا حقوق یه زندانی سیاسی چیزی بیشتر از این بگه. بیشتر از اینم انتظار از جمهوری اسلامی انسان نباید داشته باشه. بله واقعا دردناکه، چرا که این دو جوان واقعا حقشون نیست که تو زندان باشه و باید هرچه سریعتر آزاد بشن و مطمئنم این برای خود شما خیلی سخته و برای خانواده‌شون، چرا که خب بالاخره رشدشون و بزرگ شدنشون رو دیدین و حالا در شرایطی هستن که اونجا تو زندان گیر کردن. ولی در این حال من دوست دارم واقعا به شهامت و ایستادگی خودتون واقعا تحسین بگم، چرا که همین صحبت‌های شما با مردم در سراسر دنیا کمک کرده وضعیت زانیار و لقمان هرچه بیشتر مطرح بشن. چه کارهای دیگه‌ای به نظر شما مؤثره که مردم بتونن در حمایت از زانیار و لقمان بکنن؟ عرض کنم من متهم اصلی این پرونده زانیار و لقمان و خود امام جمعه مریوان همون شاکی رو میدونم، چون امام جمعه به قول خودش یه رسالت دینی و انسانی به عهده داره، ولی خود نیز اینو میدونه که در یک بازی سیاسی قرار گرفته با توجه به جنایت عوامل اطلاعات و سپاه که در کردستان بخصوص در مریوان مرتکب شده، یه سری ترورهای زنجیره‌ای توسط این عواملشون که حالا به اصلاح ترس از رسواییشون اینا رو به اصلاح گرفتن، این سناریو رو ساختن که به اصلاح زانیار و لقمان و جایی بود زین متهمینه هست. خود امام جمعه هم اینو نمیدونه، ولی اینو میدونه، ولی نمیدونم به چه اساسی سکوت کرده و به مردم اعلام نمیکنه که یا به نظام نمیگه که اینا رو چرا باید تو این شرایط قرار داد، چرا آزادشون نمیکنه. این از یه نظر. من فقط درخواستم از تمامی نهادهای حقوق بشری، مجامع بین المللی، سازمان
عفو بین الملل، شخصیت های سیاسی و نامدار و از تمام سازمان های سیاسی و حقوقی درخواست می کنند که به هر صورتی بوده جلو این جنایت رو بگیرن، نذارن بیش از این واقعا این جوانان ایران رو بیشتر از این شکنجه و اعدام کنند. بله آقای مرادی، شما تونستین اصلا باشون صحبت بکنین؟ با زانیار و با لقمان تلفنی؟ نه اصلا من با اونا هیچ گونه ارتباطی ندارم، چون که اونا ممنوع ملاقات هستن، در بند امنیتی، به قول خودشون تو بند امنیتی هستن، در ظرف این 33 ماه ممنوع ملاقات بودن. تو همون اوائل بازداشتیشون تقریبا 8-9 ماه قبل از اینکه این اتهام رو بهشون بزنن، دو بار ملاقات کوتاه داشتن با خانواده هم که تو ایران بودن، با پدر و مادر هم، اونم دو سه دقیقه ای از طریق تلفن دو بار ملاقات داشتن قبل از به اصلا این اتهام و ترور رو که یا جاسوسی برای آمریکا رو به انگلستان رو بهشون بزنن یا وابستگیشون به احزابای کردی. این اتهامایی که زدن اساسا بی اساس و بی معنیه، چون که خودتون که میدونید هر انسان عقلی میدونه که اگه کسی جاسوس یک کشور خارجی مخصوصا بریتانیا باشه باید یک کارشناس باشه. زانیار به خوبی نمیتونه زبان مادریش رو صحبت کنه، حالا چطور جاسوس آمریکا شده؟ این سناریو سازی ها واقعا جای شرمه که سران قضایی، قوه قضایی همچین اتهامایی رو به جوانان مردم میزنن و به هر صورتی خودشون دلشون میخواد حکم رو صادر میکنن. من فقط درخواستم از تمام نهادهای حقوق بشری و جامعه بین المللی اینه که جلو این شیوه برخورد نظام رو بگیرن. بله آقای مرادی، ما به سهم خودمون قول میدیم فشارمون رو همون جوری ادامه بدیم و حتی بیشتر باشه، چون من فکر میکنم ثابت شده جلوی خیلی از اعدام‌ها گرفته شده فقط به خاطر کارزارای بین المللی و اینکه کوتاه نیومدن از اینکه جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن. بله. و همینجا واقعا از همه بینندگان و شنوندگانمون میخوام که هر کاری از دستشون بر بیاد، از نامه نوشتن به دولت‌های مختلف گرفته، تجمع در مقابل زندان‌ها گرفته، از هر طریقی میتونن. واقعیت اینه که زانیار و لقمان در واقع متعلق به هممون هستن و هممون قلبشون براشون میتپه. مطمئنن هرگز نمیتونن جای شما باشیم و میدونم چقدر سخته، اما اینو قول میدیم که با تمام قوا هستیم کنارتون. منم به نوبه خودم از تمام دوستانتون سلام عرض دارم و خسته نباشید از تمام دوستان. این درخواست رو از مردم دارم، واقعا باید جلو به هر صورتی بوده، به شیوه اعتراضی بوده یا جمع کردن امضا دال بر بیگناهی اونا بوده، با شما هم کردم تمام جریانات به اصلاح دفاع، کسانی که دفاع از حقوق بشر و سازمان ها و یا نهادهای حقوقی و سیاسی و مدنی می کنند درخواست کمک می کنند و هر صورتی بوده جلو این اقدام زانیار و لقمان رو بگیرند. و از شما هم تشکر می کنم.